داستان پدر و پسر. پسری نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و از پدر خود شکایت کرد. گفت: ای رسول خدا، پدرم بدون اجازه و مشورت مال مرا خرج می‌کند. رسول خدا این سخنان پسر را شنیدند و پدر پسر را نزد خود خواستند. وقتی پیرمرد از این گپ آگاه شد که پسرش از او نزد پیغمبر خدا شکایت کرده، خیلی از این کار پسرش متاثر شد. در آن زمان میان اعراب شعرگویی زیاد رواج داشت. پیرمرد در بین راه چند سطر شعر در ذهن آماده کرد و با خود تصمیم گرفت که شعر را به حضور رسول خدا نیز بگوید. در این وقت بود که جبرائیل امین نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: قبل از اینکه میان این دو نفر فیصله کنی، اول شعر را که در ذهن پیرمرد است گوش کن، بعدا فیصله کن. زمانی که پیرمرد به نزد رسول خدا رسید، حضرت مبارک فرمودند: اول آن شعر که در ذهن تو است را می‌شنویم. همین که پیر مرد این رو شنید، چشمانش را آب گرفت و گفت: ای رسول خدا، اون شعر که هنوز صدایش حتی به گوش خودم نرسیده، اما وقت الله متعال از اون شما را آگاه ساخت. شعر به الفاظ نسبتاً سخت‌تر بود، ولی چنین معنا می‌داد: ای پسرم، زمانی که تو پیدا شدی فهمیدم که روزهای زحمت کشی من آغاز شد. تو گریه می‌کردی، ما خواب نمی‌کردیم. تو غذا نمی‌خوردی، ما نیز غذا خورده نمی‌توانستیم. تو آنگاه که مریض می شدی به هر در و به هر طبیب می بردم تا باشد که علاجت شود. خدا نخواسته تو نمیری. حالا که مرگ جداست، مریضی چیزی جدا. زمانی که گرمی می شد سخت به خاطر تو کار می کردم تا باشد سایه سرد را برایت مهیا کنم که گرمیت نکنه. همینطور زمانی که سرد می شد سنگ می شکستم، گاهی بارهای سنگین را بر می داشتم تا تو سرما نخوری. خلاصه به خاطر جوان شدن تو بسیار زحمت کشیدم، اونقدر که حالا کمر من از کم زوری و از ماندگی زیاد خم شده، ولی تو جوان و بلند شدی. سپس سر من خزان طوفان کرده، ولی تو مثل بهار گشتی. من خم شدم، ولی تو راست شدی. باز هم آرزوی من برآورده شد، تو سر سبز و سر بلند شدی. با خود گفتم: بس، حال چند نفس باقی مانده، امرا زیر سایه تو نشسته بقیه زندگی را سپری میکنم. اما همین که جوان شدی روی تو تغییر کرد. اینطور معلوم می شود که گویا چشمان تو من را نمی بینند. تو چنان سخن می گویی که گویا سینم را پاره می کنی. من که تمام عمرم را به تو زحمت کشیدم، حالا معلوم شد که من غلام و یا نوکر بیش برای تو نبودم. اما کسی با خدمتکارش نیز این چنین سخن نمی گوید. حتی غذا یک وقت را برایش می دهد. خب تو نیز مرا چون خدمتکارت دانسته حداقل غذا بده. پیرمرد همینطور که شعر را بیان می کرد، نگاهش به پیغمبر خدا افتید. رسول صلی الله علیه و سلم انقدر گریسته بودند که تمام ریش مبارکشون تر گردیده بود. بعد از آن رسول خدا از جایشون بلند شدند و نزد پسر رفته و برایش سه بار گفتند: تو و تمام چیز تو از پدرت است. تو و تمام چیز تو از پدرت است. تو و تمام چیز تو از پدرت است. اگر آموزنده بود برایتان با دوستان خود شریک سازید.